بینندگان عزیز کورد کانال، سلام و عرض ادبی دوباره خدمت شما. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و پنجشنبه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. با چند خبر فارسی که براتون انتخاب کردیم در خدمتتون هستیم. امیدواریم که مورد توجه و پسندتون قرار بگیره این اخباری که انتخاب کردیم. خبر اول سردادن شعارهای شبانه است که به شکل مداوم در تهران داره تکرار میشه و محلات مختلف، نارمک، پونک و هفت‌حوض هم دیشب به این فضا پیوستن و در حقیقت فعلا ترجیح دادن که مردم شبانه از روی پشت بوماشون، از پنجره های خونه هاشون شعار بدن بر علیه حکومت. ولی حسن این چنان بودن هم، شعار دادن هم، اینه که در حقیقت نشون میده که این نهضت همچنان ادامه داره و انقلاب به جایی نرسیده که تلقی ما یا برداشت ما این باشه که همه چیز تموم شده و به حالت عادی برگشته. نه، همیشه بردوام بوده توی این چند ماه و بردوام هم خواهد بود تا سرنگونی جمهوری اسلامی. بدون تردید این نهضت ادامه داره. خودتون شاهدید اعتصابات کارگری، نمیدونم دست از کار کشیدن کارمندهای شهرهای مختلف، گاز، نفت، سوخت مازوت، جمعه های زاهدان، جمعه های بلوچستان و کردستان که همیشه در صف اول این انقلاب بوده. جو امنیتی و بستن ورودی خروجی شهر ایرزه از ترس گرامی داشته چهلومین روز جانباخته راه آزادی محمود احمدی که جسدش رو هم به خانوادش تحویل ندادن و در ایرزه به شکلی نمادین میخوان در واقع از اون قبرستانی که در اون محل دفن شده این عزیز جان باخته لباساش رو توی اون قبر گذاشتن به شکلی نمادین، ولی میخوان مراسم چهلم براش بگیرن که نیروهای حکومتی تمام خروجی و ورودی شهر ایرزه رو بستن. دیگه ترسشون از این حد گذشته که فقط برن اون قبرستان رو کنترل کنن، خود شهر رو میخوان کنترل کنن. تجمعی هم داشتیم در مقابل زندان قزلحصار کرج که خانواده های زندانی های بلا تکلیف و خانواده سه زندانی که حکم اعدام به عنوان محاربه، افساد فلعرض، این کلماتی که در واقع حکومت دینی جمهوری اسلامی مت کرده و باب کرده، خانواده این عزیزان در مقابل زندان قزلحصار کرج تجمع گسترده‌ای رو برگزار کردن. یک خبر دیگه ای هم که به دست ما رسید، تصویرش نبود، عکسایی برای ما فرستادن، بر روی شهر ایران شهر بلوچستان امروز بالگردهای زیادی در حال رفت آمد بودن، بالگردهایی که مال نیروهای امنیتی بودن، فقط از ترس تردد به جاده و رفتن به زاهدان و شرکت کردن در نماز جمعه با شکوهی که مولانا عبدالحمید روزای جمعه در خطبه های انتقادی خودش از حکومت فاسد جمهوری اسلامی سر و صدای زیادی به پا کرده و همچنان هم برقرار بوده. نماز جمعه بوده، خطبه های مولوی عبدالحمید بوده، بعدن اومدن بیرون و در خیابون ها تظاهرات گسترده با پلاکارت هایی که شعارهای ضد حکومتی روش بوده به خیابون ها اومدن. در واقع اعتصابات کارگری رو به عنوان خبر بعدی داریم که کارگرای پتروشیمی رازی ماهشهر هم به اعتصابات سراسری پیوستن. پرسنل شرکت فرمند، شرکت فرمند شرکتیه که شکلات و مواد غذایی و به اصطلاح صنایع غذایی رو تولید میکنه، شرکت معروفیه تمام ایران، این شکلات های فرمند رو دیگه دیدن، مثل مینو خیلی معروفه. تمام پرسنل و تمام کارکنانش به عنوان اعتراض به خیابونا اومدن و اعتصاب کردن. یک تجمع هم داشتیم در مقابل در واقع
ساختمان مجلس شورای اسلامی که نماینده هاش نماینده های مردم نیستن، نماینده های خامنه ای هستن، تجمع معلولینی که یعنی جانشون معلوله، جانشون یک نقص جسمی داره و دولت ها باید برای ردیف بودجه اینا، برای خدمات دهی حد اقلی و ارزان به اینا، یک ردیفی رو توی بودجه سال آینده مربوط به معلولین بذاره که در برنامه و بودجه سال 1402 که اعلام کرد، مجلس هم تصویبش کرد، ردیف بودجه‌ای برای معلولین گذاشته نشده. برای حوزه‌های علمیه چندین برابر، نیروهای امنیتی چند برابر، سپاه تقریبا 51% از کل درآمد کشور رو میبلعه و خرج تروریسم و خرج تمام اون کارهایی میکنه که برخلاف میل و برخلاف زندگی مردم ایرانه، زورشون به معلولین رسیده که در حقیقت این دیگه واقعا انتهای غیر انسانی بودن در روی زمینه. روز دوم تظاهرات مردم عراق هم امروز با تصاویری به دست ما رسیده که در اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی در اقتصاد و سیاست و حضور در عراق بر علیه جمهوری اسلامی شعار دادن، عکس‌های سران جمهوری اسلامی رو به آتش کشیدن و میدونید که ارزش دینار عراق در مقابل دلار پایین اومده، فقط به خاطر اینکه از عراق دلار قاچاق میکنن به ایران و بازار ارز رو یه جوری کنترل میکنن تا اون دله دزدی‌های سپاه و دولت یه جوری با این جابجا شدن ارز قاچاق از عراق جبران بشه، که الان چند بانک عراقی هم تحت تحریم آمریکا قرار گرفتن. به خاطر همین مردم امروز اعتراض گسترده‌ای، و معمولاً عراقی‌ها هم عادت دارن تا به خواسته‌های خودشون نرسن از خیابان‌ها به خانه نخواهند رفت. فراخوان‌ها رو داریم، فراخوان فعالان مدنی و کنشگران سیاسی استان گلستان و فراخوانی که اهل سنت استان گلستان دادن که فردا هفتم بهمن رو به خیابون‌ها بیان و در نهایت برن مقابل بیت مولانا گرگیج که در حصر خانگی هست و در اعتراض به این شیوه حکومت فردا یک راهپیمایی بزرگی در استان گلستان و این شهر هست. یک فراخوان دیگه ای هم به چشم ما خورد، در فضای مجازی امروز چاپ شده بود برای سراسر کشور، فراخوان آزادی خواهان ایران اسمشه، که دعوت کرده از تمام مردم عزیز برای اعتراض به همه چیز جمهوری اسلامی و برای انتقاد از جمهوری اسلامی روز دهم، یازدهم و دوازدهم بهمن رو، هر سه روزش رو اعتصاب و اعتراض کنن، که امیدوارم این فراخوان مردم بهش لبیک بگن و بیان و عملا در خیابونها حضور پیدا کنن. فراخوان دیگه ای هم هست که در زاهدان به چاپ رسیده و دست به دست میشه، که دعوت کرده تجمع گسترده بعد از نماز اهل سنت در مسجد مکی زاهدان جمعه هفته بهمن مردم حضور پیدا کنند. یک خبر دیگه ای هم بود که در حقیقت یک تعداد از ماموستایان اهل سنت کردستان توسط نیروهای امنیتی دستگیر و در زندان هستند. یک فراخوان بزرگی هم داده شده که همه از جامعه اهل سنت کردستان دفاع کردن و گفتن که جای علمای اهل سنت زندان نیست. ماموستایانی که اسمشون رو من میبرم عزیزانی هستن که توسط حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی به اسارت گرفته شدن و در زندان هستن. ماموستا سید سلیمان احمدی اهل پیرانشهر، ماموستا سید سیف الله حسینی اهل جوانرود، ماموستا محمد خضر نژاد
مشهور به ماموستا بوکانی، ماموستا سید جمال الدین واژی اهل پیرانشهر، ماموستا یونس نوخواه، ایشون هم پیرانشهری هستند، ماموستا شریف محمودپور پیرانشهر، ماموستا رحمت الله نسوهی اهل مهاباد، ماموستا حسن فتحی خزر لک که اهل بوکان هستند، ماموستا حسن کوهی اهل سردشت و ماموستا صاحب احمدی که طلبه علوم دینی در سنندج. این ماموستایان فراخوانی داده شده برای حمایت از اینها. جامعه اهل سنت و مردم عزیز کردستان قرار در حقیقت اعتراض خودشون رو به حکومت و احکام غیر انسانی که صادر کرده برسونن. یک خبر دیگه ای هم که در سایت های مشهور درج شده بود، این خبر خبری بود که وزارت کشور بریتانیا هشدار جدی داده به اندیشمندان، روزنامه نگاران، سیاستمداران و محققان که در بریتانیا اخیراً حمله های سایبری اتفاق افتاده توسط روسیه و جمهوری اسلامی که گروه هکری این حمله ها را انجام داده، گروه هکری به نام بچه گربه های جذاب که مال جمهوری اسلامی قطعاً، و وزارت کشور بریتانیا هشدار داده به این دسته از عزیزانی که در حوزه تحقیق، روزنامه نگاری و پژوهشگر و سیاستمدار هستند مراقبت از خودشون بکنن که در واقع مورد حمله این گروه هکری جمهوری اسلامی که کارش خرابکاریه قرار نگیرن. امروز رافائل گروسی هم یک نشست خبری داشت و رافائل گروسی مدیر کل در واقع آژانس بین المللی انرژی اتمی هست، زنگ خطری رو، هشداری رو خودش قید کرده که من زنگ خطری رو به صدا در میارم، هشدار جدیه، جمهوری اسلامی در آستانه دسترسی به ساخت سلاح هسته‌ای 60 کیلو اورانیوم غنی شده داره و برای رسیدن به ساخت بمب راه و زمان کوتاهی رو داره. به جامعه جهانی هشدار داده و قرار و گفته که برجام مرده، منتها کشورهای در واقع دخیل در این حوزه، حالا از روی سیاست یا از روی هر چیز دیگه ای هست، رسما مرگش رو اعلام نکردن، ولی برجامی دیگه وجود نداره چون جمهوری اسلامی بارهاست که داره از چارچوب برجام تخطی میکنه و در واقع تقلب های زیادی کرده و داره کارهای مخفی و پنهان زیاد انجام میده. امیدوارم که اخباری که براتون انتخاب کرده بودیم مورد توجه و پسندتون قرار بگیره. در پایان برنامه یک آهنگ از کردستانی های عزیز که برای توماج صالحی و سازنده این آهنگ که در زندان هست سروده شده، شما رو دعوت میکنم به تکه هایی از این آهنگ بعد از خداحافظی من گوش جان بسپارید و از این آهنگ امیدوارم که خوشتون بیاد. تا برنامه بعد، اخبار روز بعد و روزی خوب که براتون آرزو میکنم، شادابی و سلامتی میل و ارادت قلبی ماست برای شما بینندگان عزیز کرد کانال. سلامت و تندرست و پویا باشید. درود و صد درود بی پایان. دویان یکی زو هدو یکی رون او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 از من گش بو هور یکی رش هد دجمن گمارو یا سویدا او پارتی جانو برتامی ویا او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو